مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در سخنرانی خود در اولین روز ماه مبارک رمضان خطاب به جوانان توصیه کرد برای معرفی هرچه بیشتر علما و مراجع شیعه که در نشر علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام نقش بسزایی داشتند تلاش بسیاری کنند. معظم الله در ادامه به نام برخی از این علمای شیعه اشاره کرده و فرمودند علمایی همچون آیت الله العظما میرزای شیرازی، آیت الله العظما میرزا مهدی شیرازی و آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی برای نشر مذهب شیعه و علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تلاش‌های بسیاری در طول عمر خود کردند. بر همین اساس توصیه می شود همگی به ویژه جوانان برای معرفی هرچه بیشتر این علمای اعلام تلاش کنند. ایشان در پایان به هجمه‌های دشمنان اسلام علیه دین مبین اسلام و پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام اشاره نمود و گفت متاسفانه حملات و هجمه‌های دشمنان جز با اتحاد و تلاش خستگی ناپذیر مسلمانان برای مقابله با این هجمه‌ها متوقف نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از پایگاه خبری عتبه حسینی حمزه النقیب رئیس مهمانسرای امام حسین علیه السلام گفت که این مهمانسرا در ماه رمضان خدمات رسانی می کند و از جمله خدمات آن برپای سفره افطار به صورت روزانه است. و افزود که این مهمانسرا هر روز در چادر باب القبله که ظرفیت بیش از 5000 زائر را دارد و در سالن مهمانسرا واقع در باب الکرامه که ظرفیت خدمات رسانی به بیش از 3500 نفر را دارد سفره افطار برپا می کند. گفتنیست عتبه حسینی خدمات ویژه‌ای به همه زائران داخلی و خارجی به ویژه در مناسبت‌های دینی و ماه مبارک رمضان ارائه می‌کند. علی عباس سخنگوی وزارت مهاجرین عراقی از بازگشت 157 خانواده سنی تندروی داعشی که معادل 625 نفر میباشند از سوریه به عراق خبر داد. وی در ادامه افزود این خانواده ها همگی از اردوگاه الهول در جنوب شرق سوریه به عراق بازگردانده شده اند و در اردوگاه الجدعه در استان الانبار استقرار یافتند. سخنگوی وزارت مهاجرین عراق همچنین در ادامه افزود این خانواده ها قرار است به مدت چند هفته و یا حتی چند ماه در اردوگاه الجدعه نگهداری شوند تا پس از آن به آنها اجازه داده شود برای زندگی طبیعی به شهرها و مناطق اصلی خود و به خانه و کاشانه خود بازگردند. گفتنی اردوگاه الهول بیش از 43000 نفر از خانواده‌های سوری و عراقی و خارجی از 45 کشور دیگر که از خانواده‌های سنی‌های تندروی داعشی هستند را در خود جای داده است. خبری از اوضاع شیعیان در عربستان. 10 سازمان و نهاد حقوقی بین المللی که در زمینه دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر فعالیت می کنند به مناسبت روز جهانی زن با صدور بیانیه رسمی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زنان زندانی فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان از زندانهای عربستان سعودی شدند. این سازمان ها همچنین در بیانیه خود خواستار رفع ممنوع الخروجی این بانوان فعال حقوق بشر و حقوق زنان نیز شدند. این بیانیه در ادامه تاکید کرد حکومت سعودی همچنان ده‌ها زن فعال حقوق بشری و مدافع آزادی زنان از جمله سامی شهاب و نور قحطانی را به طور غیرقانونی و خشونتبار در زندان نگه می‌دارد. مسجد جامع شهر کمالیه واقع در استان خیبر پختونخوا پاکستان در آستانه ماه مبارک رمضان افتتاح شد. بخش رسانه‌ای سازمان توسعه آب و برق پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسجد جامع کمالیه با هزینه 203 میلیون روپیه تحت برنامه توسعه منطقه‌ای ساخته شده است.
در این بیانیه آمده است که کل این پروژه شامل تخریب ساختمان قدیمی و تأسیس یک ساختمان جدید بود. ساخت این مسجد در آگوست 2021 آغاز شد و حالا مسجد با داشتن منظری مسحور کننده در قلب شهر کمالیه در آستانه ماه مبارک رمضان افتتاح شده است. لازم به ذکر است که سازمان توسعه آب و برق پاکستان 17.35 میلیارد روپیه برای ارتقای سطح اجتماعی و اقتصادی مردم محلی هزینه می کند. این طرح‌ها به اسکان مجدد توسعه اجتماعی و مدیریت زیست محیطی مربوط می شود و ساخت مساجد هم از جمله بندهای مهم در این طرح است. نیروهای ارتش لبنان 20 شهروند سوری در حال غرق شدن در مقابل ساحل طرابلس را نجات دادند. گفتنی است نیروی دریایی این قایق را با کمک صلیب سرخ لبنان و سازمان بین المللی مهاجرت IOM به ساحل منتقل کرد. سازمان‌های امنیتی لبنان تلاش‌های خود را برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی افزایش دادند، زیرا تعداد فزاینده‌ای از آوارگان سوری و فلسطینی علاوه بر اتباع لبنانی در چند ماه گذشته تلاش کردند تا به طور غیرقانونی لبنان را به دنبال زندگی بهتر در کشورهای دیگر ترک کنند. خبری از کشور تاجیکستان. در تاجیکستان 11 مارس روز مطبوعات تاجیک است. 112 سال پیش در این روز نخستین شماره از نشریه بخارای شریف به زبان فارسی تاجیکی به نشر رسید که آن اولین نشریه فارسی زبان در قلمروی آسیای میانه امروزی محسوب می شود. برای گرامی داشت روز مطبوعات تاجیک بعد از ظهر دیروز در کاخ سروش شهر دوشنبه به ابتکار اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان و وزارت فرهنگ این کشور نشستی با حضور روزنامه‌نگاران برگزار شد. در این همایش بر اهمیت رسانه‌ها در رشد جامعه تأکید شد. همچنین اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان اسامی برندگان جایزه ابوالقاسم لاهوتی را اعلام کرد. همه ساله این جایزه در بخش‌های مطبوعات، رادیو و تلویزیون به برخی از خبرنگاران تاجیک اعطا می‌شود. مانوئل میکالر، سفیر آمریکا در تاجیکستان، در پیام تبریک خود به مناسبت روز مطبوعات از حکومت این کشور خواسته که از خبرنگاران حمایت کند و بر حق آنها برای آزادی بیان احترام بگذارد. شایان ذکر است در تاجیکستان طی 2 سال آخر 8 روزنامه نگار و وبلاگ نویس تاجیک به اتهام همکاری با سازمانهای ممنوع و افراطی محاکمه و زندانی شدند. و اما خبر آخر، فناوری جدیدی که تصاویر HD از نخاع را در لحظه در اختیار جراحان قرار می دهد می تواند به درمان دقیق تر کمردرد مزمن کمک کند. این فناوری می تواند کاربردهای بی حد و حصری داشته باشد، به ویژه برای کاهش درد میلیون ها نفر در سراسر جهان که از کمردرد مزمن رنج می برند. محققان دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید از یک نوآوری رونمایی کردند که امکان تصویر برداری با وضوح بالا از نخاع انسان در حین جراحی را فراهم می کند. آنها آن را تصویر برداری سونوگرافی کاربردی FUSI می نامند. این فناوری برای پزشکان دیدی از نخاع فراهم می کند و همچنین نقشه برداری در لحظه از پاسخ تناب نخاعی به درمانهای مختلف را ممکن می کند. این فناوری می تواند کاربردهای بی حد و حصری داشته باشد، به ویژه برای کاهش درد میلیون ها نفر در سراسر جهان که از کمردرد مزمن رنج می برند.